ازدواج دو همجنسگرای پاکستانی و افغانستانی در شهر کویته پاکستان. ژورنالیست پاکستانی در جریان تلاش برای مصاحبه با عمران خان جان باخت. بیننده های گرامی، درود و سلام بر شما. ژورنالیست پاکستانی در جریان تلاش برای مصاحبه با عمران خان جان باخت. یک ژورنالیست پاکستانی روز یکشنبه 3 اکتبر 8 عقرب در شهر شرقی لاهور پاکستان هنگامی که تلاش داشت به مادر حامل عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان بالا شود، به زمین خورده و زیر تایر موتر شد. مقام های حزب تحریک انصاف و یک روزنامه‌نگار گفتند که این تصادم زمانی رخ داد که عمران خان کاروانی از حامیانش را از شهر لاهور به سمت اسلام آباد پایتخت پاکستان رهبری می کرد. عمران خان نیز در توییت نوشته است: از حادثه وحشتناکی که در جریان راهپیمایی امروز ما رخ داد و منجر به مرگ صدف نعیم خبرنگار کانال پنج شد، شوکه و به شدت غمگین شدم. هیچ کلمه‌ای برای ابراز غم و اندوه هم ندارم. عمران خان در ادامه این توییت ضمن ابراز تسلیت و غمشریگی با اعضای خانواده صدف نعیم گفته است که برای امروز راهپیمایی خود را لغو می کنیم. قذافی بت ژورنالیستی که این حادثه را دیده با خبرگزاری ریترز گفته است که صدف نعیم 40 ساله زمان توازن خود را از دست داد که در نزدیکی شهر گوجرانوالا واقع در 220 کیلومتری اسلام آباد تلاش میکرد به موتر حامل عمران خان بالا شود و با وی مصاحبه انجام بدهد. قذافی بت افزود که صدف نعیم به زمین افتاد و تایر لاری حامل عمران خان وی را زیر گرفت. مسرت جمشید جیما، یکی از عضو ارشد حزب تحریک انصاف پاکستان، نیز تایید کرد که خانم نعیم زیر تایر لاری عمران خان شده است. عمران خان روز جمعه 28 اکتبر 6 عقرب راهپیمایی طولانی را از شهر شرقی لاهور به سمت اسلام آباد پایتخت آن کشور آغاز کرد و خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام شد. این راهپیمایی بر رهبری عمران خان قرار است تا 4 نوامبر سال روان میلادی ادامه یابد. این مظاهرات در حالی راه اندازی می شود که حکومت ائتلافی حاکم این کشور علاوه بر بحران اقتصادی با مشکلات ناشی از سیلاب های ویرانگر که 1/3 این کشور را متاثر کرده است مواجه است. حکومت پاکستان گفته است که سیلاب های اخیر 30 میلیارد دلار به آن کشور آسیب اقتصادی زده است. با وجود اصرار پیام عمران خان مبنی بر برگزاری انتخابات ضد هنگام، حکومت فعلی پاکستان بر رهبری شهباز شریف صدر اعظم آن کشور گفته است که انتخابات پارلمانی را در اکتبر یا نوامبر 2023 میلادی برگزار خواهد کرد. عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان در سال 2018 میلادی با طرح مبارزه علیه فساد اداری با کرسی صدارت کشورش را یافت، اما قبل از اینکه دوره صدارتش را تکمیل کند پارلمان آن کشور از طریق رأی عدم اعتماد وی را سلب صلاحیت کرد و از کرسی صدارت کنار داده شد. 9 عقرب 14:01 خورشیدی صدای آمریکا. ازدواج دو همجنسگرای افغانستانی و پاکستانی در شهر کویته پاکستان. دو همجنسگرا، یکی لیاقت خان از شهر کویته پاکستان و دیگری نازکمیر اچکزی از شهر قندهار افغانستان، در شهر کویته پاکستان به طور قانونی با هم ازدواج نموده اند که مورد استقبال اکثریت دوستانشان قرار گرفته اند. با تشکر که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگارتان.